در جمهوری اسلامی سالهاست، چیز جدیدی هم که نیست. اینا با مراسم و کارهای فرهنگی سنتی ایرانیان به دلایل دینی مذهبی مخالفت کردن و سرکوب کردن و جلوشو گرفتن. از جمله نمونه همین چهارشنبه سوری است. حکومت در جوامع باز، حکومت در فرهنگ مردم، در جشن مردم، در عزای مردم که دخالت نمیکنه، که مردم اگه دوست دارن نوروز رو جشن بگیرن، به دولت هیچ ربطی نداره که تعیین تکلیف بکنه. چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه مخالفه، برای اینکه ترس ایجاد بکنه، برای اینکه ارعاب بکنه، برای اینکه مردم نکنن. چرا نکنن مردم؟ برای اینکه حکومتگران ولایت فقیهان در ایران از ابتدای قدرت گرفتن با ایشون راست میگن، با شادی مردم مخالف هستن، با جشن مردم، با هر چیزی که مربوط به پیش از اسلام میشه در ایران مخالف هستن، در حالتی که این سننهای بسیار قوی و فرهنگی ایرانیان هست که اصلا وحدت ملی ایرانیان رو به وجود آورده. به صراحت گفتن عید فطر در واقع باید عید اصلی باشه، نه عید نوروز. بعد به جای حساس میرسه. البته اجازه، من فکر نمیکنم اینجوریه، چون من یعنی زندگی کردم هم در ایران مثل شما. من 25 سال در ایران بودم و دیدم ایرانی ها شاد میگیرن و جشن میگیرن از نوروز. اونم ایرانی ها، نه نه دولت مخالفت میکنه. فقها، من الان بهت میگم، فقها جمهوری اسلامی ایران، فقها شیعه حدیث دارن، اعتراف میکنن به عید نوروز و به فرهنگ، یعنی این اصلا تناقض ندارد. کدوم یکی از فقها؟ همه فقها، همه فقها هم چی هست؟ حتی خود خامنه ای اعتراف نوروز جشن میگیرن، اصلا حدیث دارد. آقای خامنه ای گفتی همچین چیزی رو؟ آره نه خب